23 مهر ماه 1395 خورشیدی و 14 سپتامبر 2016 میلادی. در امشب صفحه آخر می‌پردازیم به پرونده تجاوز جنسی مکرر قانون قاری قرآن معروف بیت رهبر به بچه‌های قرآنی. پرده آخرم آخر برنامه. محمد گندم نژاد توسی معروف به حاج سعید توسی، 46 ساله متولد تهران، خودش میگه از یک سالگی به همراه خانواده به مشهد مهاجرت کردیم و از 5 سالگی به روحانی و روانخوانی قرآن به مدت 1 سال پرداختم و پس از آن در جلسات قرآنی به همراه پدر به صورت مستمر شرکت کردم. این قاری برتر جمهوری اسلامی ایران در مورد مقام‌های کسب کرده در قرائت قرآن گفت: در سال 1372 در مسابقات بین‌المللی کشور سوریه رتبه اول و سال 1377 در مسابقات بین‌المللی مالزی بین 36 کشور رتبه اول به دست آوردم. وی افزود: برای انتشار فرهنگ قرآنی و اجرای قرائت قرآن به بیش از 20 کشور جهان اعزام شدم. سعید توسی هم اکنون به عنوان کارشناس مسئول نوجوانان جامعه قرآنی کشور در شورای عالی قرآن و نیز در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مشغول خدمت است. وی در زمینه خانوادگی گفت: ازدواج کرده و 3 فرزند دارم که فرزندانم نیز علاقمند به قرائت قرآن هستند و سعیم بر این است که در منزل محیطی آرام با الهام از نور قرآن و قرائت آیات آن ایجاد کنم. حاج سعید توسی سالها در حال تعرض جنسی و تجاوز به بچه های قرآنی و قاریان نخبه نوجوان مملکت بوده. پرونده‌ای براش در شاید هم هنوز هست. پرونده‌ای براش در قوه قضاییه تشکیل شده که به دستور بیت رهبر مسکوت مونده و میخواد تبرئه‌اش کنن. امشب چند تا از این بچه‌ها، چند تا از این شاکی‌ها که مورد تعرض جنسی این شخص قرار گرفتن صحبت میکنن در برنامه صفحه آخر. سعید توسی به عنوان قاری برتر کشور، غیر از اینکه هر سال اول ماه رمضان قرآن خون خامنه ای است در بیت، مجلس دهم هم وقتی میخواست شروع به کار بکنه، همین دوره‌ای که جریان داره، همین فیلمشو دارین میبینین، شروع کار روز اول مجلس، سعید توسی رو دعوت کردن قرآن بخونه تا چه میدونم خانه ملت رو دوچار برکت کنه. میدونید دیگه، مسئولان اصلی حکومت در این مراسم حضور دارن، غیر از نماینده‌های مجلس، از محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه‌ای گرفته و ناطق نوری رئیس بازرسی دفتر رهبر گرفته تا جنتی شورای نگهبان و سید حسن خمینی و رفسنجانی و روحانی و زنگنه و ظریف و امثال هم. قاری بین المللی قرآن، کارشناس شورای عالی قرآن، مجموعه زیر نظر رهبر، آموزگار کلاس‌های متعدد قرآن با تمرکز بر آموزش برای نوجوانان در مسجد النبی نارمک و در شورای عالی قرآن. اینا صفاتی است که همینایی که خوندم رسانه‌های جمهوری اسلامی به سعید توسی میدن. حالا صفات دیگه این شخص و آخر برنامه امشب خودتون به حاج سعید توسی خواهید داد. سین اول مختصر آشناشیم با یکی از شاکی‌ها. شکایتش برمیگرده به وقتی که 13-14 سالش بوده، الان 19 سالش. من نفر اول کشور اذان هستم، رتبه قرائت داشتم، یعنی خودمون خانواده مذهبی هستیم. همه این بچه ها از قاریان قرآن و مؤذن‌هایی هستند که در مسابقات استانی و کشوری مطرح شدن، جایزه گرفتن، جزو برترین ها هستند در رشته ای که فعالیت میکنن، علاقه دارن، اعتقاد و ایمان دارن، طبیعتاً خانواده های مذهبی متدین، اهل جلسات قرآن. چه اتفاقایی میفته که یه عده از این بچه ها که سنشون بین 11 تا 14 سال بوده، همین 4-5 سال پیش، به پدراشون، به اولیاشون میگن قضیه رو و قضیه به بیت رهبر و قوه قضاییه کشته میشه؟ حال به حضور شما که حدوداً فکر میکنم سال 88-89 که یکی از قاضی بین‌المللی با ما تماس گرفتن، با پدرم گفتن که ما میخوایم ایشون رو، یعنی من رو، میخوایم بفرستیم با یکی از قاریای قرآن، آقای توسی، محمد گندم نژاد توسی، مشهور به سعید توسی، به جهت تلاوت قرآن به کشور برمیگرده سال 89. بعد از محضر شما که منم رفتیم پدرمون اعتماد کردم به ایشون، من فرستادم، یک شب رفتیم اونجا به جهت تلاوت قرآن،
بعد ایشون من متوجه این شدم که حرکات غیر عادی دارن و اینها، مثلا میگن اجازه بدید یه مایوی برای شما برداریم اونجا اگر فرصتی پیش اومد و اینا با هم استخر بریم. بعد هر محترم شما که توی راه توی فرودگاه امام خمینی که تو مسیر بودیم شروع میکردن بحث علائم بلوغ و بحث گفتن در این سنین یه سری تغییراتی در صدای شما ایجاد میشه و اینها، بعد شروع کردن به تعریف کردن جوک های مستهجن و زشت، بعد مطالبه میکردن که بله این تو این قضیه شما با من همراهی بکنید و اینها. بعد ما اون چی که از ایشون دیدیم در طول این سفر، یعنی از اون وقتی که رفتیم تا وقتی که برگردیم ایشون مدام فقط حرفای سکسی میزدن که من متوجه شدم که این منباب تحریک و تشویق به فساد بود که میخواستم من تحریک بکنم. بعد اونجا تو فرودگاه وقتی داخل هواپیما شدیم و اینا نشستیم اینا مستقر شدیم، ایشون شروع کردن دست میزدن به اعضای بدن من، مثلا ران من تحریک میکردن منو. بعد وقتی که رسیدیم توی هتل اونجا ظاهرا قرار بودش که دو تا اتاق بگیرن اینا برامون، ولی ایشون یه جوری هماهنگ کردن که به جفتمون یه اتاق دادن بعد ما هم رفتیم اونجا توی اتاق. من رفته بودم بعد از سفر، سنم خیلی کم بود، 12 سالم بود، بعد هنوز اون سنین اصلا خیلی از مطالب رو نمیدونستم. اونها ایشون در حق من خیانت کرد، من افعال میکرد و تحریک میکرد. من رفته بودم اونجا توی حمام دوش بگیرم اینها بعد از سفر، بعد ایشون متوجه شدم که اومد وارد حمام شد لخت در و بست اونجا، بعدا گفتش که بیا بعد من هم گفتم که من حقیقت نمیتونم این کارو بکنم، شوکه شده بودم و اینجا هم هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم، داد و فریادی بکنم، چیزی بکنم، هیچ، مغزم قفل کرده بود. بعد ایشون شروع کرد این کارو تکرار میکردن اینها که خیلی من مشمئز کننده بود اینا. هر وقت یاد این موضوع میفتم واقعا لازم روحی خیلی لطمه بزرگی دیدم. بعد ایشون این کارو میکرد تا نهایتا محتلم شدن اینها، بعد دست از ما کشیدن. بعد ما رفتیم اونجا قرآن تلاوت کردیم و اینها. وقتی که برگشتیم از اونجا ایشون دوباره دست بر نداشت، اونجا مدام تحریک میکرد. توی فرودگاه اونجا مجله سکس بود و اینا میبرد اونجا به من نشون میداد و فیلم های مبتذل و سکسی نشون میداد، حرف های تحریک کننده میزد اینا. اصلا تو اون سنین اصلا ضرورتی نداشت من اون مسائل رو بدونم اینا. بعد شب دوباره اومدیم توی هتل، اونجا لخت شدم به صورت دماغ خوابیدن، گفتن که شما بیا مثلا عذرخواهی میکنم شما، ما این کارو نکردیم، امتناع میکردیم، ولی وادار میکردن که بله این کار صورت بگیره و اینها، خیلی وادار میکردن. این جریان گذشت و اینها. بعد در آخر سفر گفتن که شما اگر از بچه قرآنی و اینها اگر کسی رو میشناسید که مثلا به ما معرفی بکنید به جهت اینکه ما راحت باشیم با هم و اینا، چون من میدونم بچه های قرآنی و اینا سفر زیاد داشتن، اینها ما با هم راحت بودیم و اینا سفر از اون ارتباطات ناسالمشون با بقیه قاری های نوجوان میگفتن به من جا. بعد گفتن که حالا شما مثلا سفر برگشتید به پدرت نگی این مسائل و بعدا با تبر میاد سراغ من. این رفتارا رو حاج سعید طوسی با کسای دیگه کرده و از همون اول بیت آقا خبر داشته. ما برگشتیم و اینا از سفر که گذشت متوجه شدم بعضی از دوستان قرآنی ما اینها توی جلسات و اینها بین خودشون یه سری مطالبی میگفتم، گفتم بله میشون ما با ایشون سفر داشتیم این برخوردها رو ازشون دیدیم. بعد ما گفتیم خب چیکار بکنیم آخه ایشون به این نحوه که داره پیش میره خب همه بچه های قرآنی داره به فساد میکشه و اینا. بعد گفتش که بله ما یکی از این آشناهامون در یه سمتی دارن اینها توی بیت رهبری اینا هستن. بعد ما از اون طریق شکایتی
شکایتم رو ببرم پیش اون شخص، یعنی که مثلا یه کاری انجام بده نظره پیش روی کنه. ببینین این کسی که در بیت رهبر معظم است و از نزدیکان رهبر، این دوستان خواستن که اسمشو نیاریم، یک نفر بوده است که اول به اون میگن، کسان دیگه و اسمای دیگه البته هستن این رابطه که خواهید شنید. اون آقای نامحفوظ میرود توبه نامه میگیرد از قاری مرتکب لواط. اون آقا هم رفته بودش توی محل کار ایشون به شورای عالی قرآن، بعد از ایشون یه توبه نامه گرفته بود تاریخ 29/1/90 به دستخط و امضای خودشون، که نوشتن که این جانب سعید طوسی در تاریخ 29/1/90 در جلسه‌ای که با آقای فلانی داشتیم قرار شد اشتباهاتی که تاکنون مبنی بر ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دیگر به هیچ وجه تکرار نشود و انشاءالله تعالی خداوند متعال از سر تقصیر همه ما درگذرد. سعید طوسی 29/1/90. وقتی که توبه‌نامه رو گرفته بودن برده بودن داده بودن به آقای خلفی نامی توی بیت رهبری، بعد ایشون هم برده بودن به رویت آقای سید علی مقدم، یعنی ریاست شورا رسونده بودن، ریاست شورا و دفتر ارتباطات بیت رهبری هستن ایشون اونجا مشغولن دوست آقای طوسی، بعد به ایشون نشون داده بودن و اینها اونجا. متاسفانه نمیدونم چرا به این شکل بود، بعض اون مسئولین شورا اینا متاسفانه بعد از اینکه از اون جریان توبه نامه ایشون مطلع شدن و مطلع شدن که ارتباطات ناسالم داشتنشون با قاریان نوجوان، خیلی عکس العمل خاصی صورت نگرفت، مثلا برخوردی بشه، بایکوت بشه ایشون، یا مثلا این توبه نامه مثلا به ارجاع بشه به مراجع قضایی صلاح و اینا، به جهت اینکه بالاخره کودکان و نوجوانانی که میان اینجا تو جلسات شورای عالی قرآن برای این میان که ارتقا پیدا بکنه تحت قرائت قرآنشون، معنویاتشون، نه اینکه اونجا مثلا بهشون تجاوز بشه. که بعد از اون جریان راستیشون دست بردار ما نبودن، دوباره اسمس دادن گفتن امروز میخوام یکی دو ساعتی با هم باشیم، بس ما هم دیگه واگذار کردیم به خدا، دقیقاً پیگیر نبودیم دیگه چی بشه. بله این واکنش شورای عالی قرآنی است. اینا خاطره 5 6 سال پیشه، بچه 13 ساله که نمیتونه بره شکایت کنه قوه قضاییه رسمی، حالا تا اگه عقلش هم برسه به پدرش میگه قضیه رو، همه این بچه ها به پدرشون میگن چون نتونستن از طریق شورای عالی قرآن و دفتر رهبر کارشون رو پیش ببرن. وقت پدرمون متوجه شد و اینا، یه بقیه دوستانی هم که از مجاهدان قرآنی که بهشون تجاوز شده بود اینا جمع شدیم، خواستیم بریم شکایتی مطرح بکنیم. بعد لازم به ذکره که قبل از اون یک 9 حلقه سی دی توسط ما از ایشون ضبط شد که توی اون 9 حلقه سی دی ایشون اقرار کردن به برخی از این ارتباطات ناسالم و عمده حرفش این بودش که این مسائل مال گذشته بوده، این بچه‌ها بزرگ میشن یادشون میره، مثلا اون فلانی رو ببینید الان حافظ کل قرآن شده، اون فلان قاری نوجوان رو ببینید من دیگه برخوردش با من خوب بود و اینا، بعد از اون جریانات من مشکل داشتم، مریض بودم و اینها. مثلا اینا میگفتن که ما صرف نظر بکنیم از شکایت و پیگیری این قضیه. 9 حلقه سیدی از مکالمات عادی با حاج سعید طوسی رو که ایشون اشاره کردن الان شنیدین و در دادنامه هم آمده، یعنی تحویل قوه قضاییه داده شده، اینا کار بچه‌هایی است که مورد تعرض جنسی طوسی قرار گرفتن، بعد نشستن باش به بهانه‌های مختلف صحبت کردن و اون صحبت‌ها رو ضبط کردن و البته نمی‌دونسته که اینا داره ضبط میشه و بعد به عنوان سند تحویل قوه قضاییه دادن. اسناد دیگه هم البته به فراوانی و شواهد اسناد دیگه هم جمع می‌کنن. یه توبه نامه ایشون نوشتن به ما دادن به دستخط امضای خودشون، متنش از این قرار هستش: این جانب بسم الله تعالی، این جانب سعید طوسی در تاریخ 11/5/91 در جلسه‌ای که با آقایان داشتیم در کمال صدق و بدون دروغ اولا اقرار میکنم که آقایان مقدم سرابی میشه قائم مقام شورای عالی قرآن، مقدم ریاست، امام جمعه و حشمتی میشه ریاست حراست شورای عالی قرآن، در
حدود یک سال پیش از توبه نامه اول بنده و ارتباطات ناسالم من با قاریان ممتاز نوجوان مطلع بودند و همچنین حدود یک سال پیش آقای مقدم به من تذکر لسانی داده است و همچنین اقرار میکنم که امسال با تایید آقای مقدم برای تلاوت نزد مقام معظم رهبری رفتم. ثانیاً من از امروز قول میدهم که اشتباهاتم ترانتز ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم و اگر دوباره مرتکب چنین اعمالی شدم به شاکیان حق بیشتری برای شکایت و افشای اعمال زشتم میدهم. سعید طوسی قبل از سال 91 این توبه‌نامه را به ما دادن. این دو تا توبه‌نامه اون 9 حلقه سی دی برخی از دوستان اون و خود اظهارات خود نوجوانان شکات و بعضی از خیلی از تعداد این اشخاصی که ازشون مطالبی زیادی داشتن کم نبود، یعنی افراد زیادی بودن، ولی از ترس آبروشون نمیمدن شکایت بکنن. بعد ولی بعضی هاشون حاضر شدن که به عنوان شاهد و گواه مطالبشون رو بیان تو دادسرا اونجا بگن که عموما در تایید شکایت شکات بود. خب این جمع‌آوری اسناد و شواهد در واقع وظیفه خود قوه قضاییه است. آیا اصولاً دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران لااقل برای اینکه به خود حضرات و مسئولاش ثابت بشه صحت و سقم این موضوع دنبال لااقل تحقیق در این باره رفت؟ بحث حالا خدمت رو عرض بکنم، یک بازه زمانی 6 ماه هم توسط بازپرسی شعبه 15 پیامک های گوشیشون چیز شد گرفته شد از مخابرات اینا که صرف نظر از این که ورود پیدا کنند به حریم خصوصی اینها معید این شکایت بود، شکایت شکات بود، چون در اون محتواش بیشتر حرفای نامربوط و زشت و بحث ماساژ بود، ماساژ نوجوانان و اینها و امثال این. خب من دارم این نامه ها رو نگاه میکنم که ببینم کدومش رو وقف میکنیم براتون بخونم، یعنی صورت جلسه دادگاه رو با این شخص. بله خب روند شکایت بعد از جمع شدن شواهد و اسناد کافی برای دادسرا قرار دادگاه و محاکمه به هر حال داستان این است که مهم اینه به هر حال اینا به نتیجه رسید یا نه، قرار گذاشته شد یا نه. در ابتدا مردد بودیم، گفتیم خب ما الان چی کار باید بکنیم و اینها از کجا باید شروع بکنیم این شکایت رو. رفتیم خدمت آقای کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران که می شدن ریاست اسبق دادسرای عالی انتظامی قضات خودم. بعد بهشون گفتیم این قضیه رو اینها، بعد خیلی استقبال، خیلی اول متاثر شدن اینها، بعد گفتن که بله شکایت بکنید، این شکایت 3 تا حسن داره، یکی بیت آقا تطهیر میشه از لوس وجودش این افرادی، هم همین که این شخص گوشمالی میشه میره دنبال الواتش به همین توابعی که خدمت نرد میکن، هم این که اسمت این بچه ها ثابت میشه و اینها که مثلا این مشکل از این شخص بوده و اینها. بعد گفتن که آقا نسبت به این مسائل خیلی حساس هستن، آقا از امیرالمومنین که بالاتر نیستن و اینها، و اگر این موضوع مطلع بشن به شدت برخورد میشه باشون. بعد خلاصه شما رو ارجاع دادم به شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، پرونده رفت زیر دست جناب آقای رضا کیانمنش بازپرس. 5 ماه روی پرونده کار کردن، جلسات متعدد بازجویی تشکیل شد و اینها. آقای کیانمنش پس از 5 ماه تحقیقات و اینها قرار مجرمیت صادر کردن. ببینین قرار مجرمیت در تاریخ 16 مهر 91 صادر میشه به امضای کیانمنش بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت. از مهر 91 بعد از صدور قرار مجرمیت پرونده، چون قرار مجرمیت صادر شده ریخاری معروف و فلان و اینا، از اونجا پرونده میره طبقه بالا، اول میره تعاون دادستان. آقای لطفی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران یه نامه میزنه به ریاست دادگاه عمومی جزایی استان تهران و میگه بر طبق ماده 639 قانون مجازات اسلامی برای سعید طوسی تقاضای کیفر شود. کار داره هنوز پیش میره، اینجا جلوش میگیرن، داره میره طرف صدور حکم. جامعه قرآنی قاری محبوب رهبر معظم اسلام نابود میخواد بشه. این تا 22 مهر که این آقای قطبی تایید کردن مجرمیت رو، تا تاریخ 9/2/92 یعنی 7 ماه پرونده هیچ خبری ازش نبود. هر وقت هم مراجعه میشد و اینها
مثلا جواب درستی داده نمیشد که پرونده کجاست و اینها. بعد رفتیم پیش آقای کاظم صدیقیشون، گفتن که بله آقای سید علی مقدم، همون آقایی که معرف حضورتون هستن، تماس گرفتن با آقای دادستان تهران عباس جعفری دولت، آقای عباس جعفری دولت آبادی. بعد بهشون تشر زدن، گفتن که بله به مصلحت جامعه قرآنی نیستش که ایشون محاکمه بشه و اینها. بعد بعد از اینکه این جریانات گذشت، در تاریخ 9/2/92 آقای عباس جعفری دولت آبادی یک نامه ای زدن خدمت آقای صادق قاضیانی، پرونده رو اجرا دادن اونجا ظرف یک روز، گفتن که محضر مبارک حضرت آیت الله لاریجانی و اینها احتراما پیرو به استلام حضرت عالی در خصوص پرونده آقای طوسی به مناسبت ملاحظه ارسال گردد، مستدعی است در این خصوص ارشاد فرمایید. 9/2/92 دادستان تهران. بعد توی همون تاریخ آقای لاریجانی هم نوشته مشاور محترم جناب آقای خلفی، به دقت پرونده رو مطالعه و نظر مشورتی خودتون رو به دادستان اعلام کنید. آقای تو همون تاریخ. بعد آقای خلفی هم مشاور و رئیس دفترشون نوشتن که تو همون تاریخ پرونده ملاحظه شد با عنایت به محتویات تام و ملاحظه اظهارات طرفین به نظر میرسد دلیل کافی تام به متهم مبنی و تشریق فساد و فحشا و ارتکاب اعمال منافقت وجود ندارد و پرونده جهت امانه نظر دادستان محترم انقلاب تهران ارسال گردد. مسئول روابط عمومی بیت رهبر زنگ میزنه به دادستان عمومی و انقلاب تهران، تشر میزنه بهش و از اونجا به بعد همه میگه آقا چیکار داریم؟ همه قضیه تو یه روز، همه اینا تو یه روز انجام میشه. تمام اینا که صحبت شد، نماینده رهبر معظم تشر زد جلوشو بگیرید، یه روزه میره پرونده دادستان به رئیس قوه قضاییه، به مشاور ریاست قوه قضاییه، برمیگرده دادستانی شعبه بازپرسی دادستان با نامه جعفری دولت آبادی دادستان. من یه نکته رو باید بهتون بگم قبل از اینکه بریم جلو، که من گفتم لطفی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران که اسم ایشون قطبی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران، که در تاریخ 23/7/91 تقاضای در نامه به ریاست محترم دادگاه عمومی جزای استان تهران که شنیدین، تقاضای کیفر میکنه بر طبق ماده 639 قانون مجازات اسلامی و اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه انقلاب و منابع معتبر فقهی من جمله تحریر الوسیله حضرت امام خمینی، تقاضای تعیین کیفر می نماید. قطبی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران، کسی به ما نگه اسمش عوضی گفتیم. به هر حال عرض کردم در یه روز تمام این ماجراها میره با امر پیشوا جعفری دولت آبادی دادستان تهران، هم امر پیشوا رو عمل میکنه دیگه. بفرمایید. من درف توی همون دوباره چوبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، این بار آقای جعفری دولت آبادی خطاب به آقای کیانوش بازپرس شعبه در تاریخ 16/2/92 با اشاره به اهمیت جایگاه متهم که از قاضیان معروف کشور و اینها اومدن از نظرشون عدول کردن به صورت غیرقانونی و گفتن که بله این در از نظر تعاون دادستان عدول میکنم و قرار من تغییر صادر میکنم آقای جعفری دولت آبادی. بعد متعاقباً آقای کیانمنش در تاریخ 17/2/92 اومدن نظرشون رو پذیرفتن و از نظرشون رو دور کردن، قرار منع تعقیب صادر کردن. بله آقای کیانمنش هم که قبلا قرار مجرمیت زده بود در اجرای امر رئیسش قرار منع تعقیب صادر میکنه. بعد برای ظاهرسازی واقعا شرم‌آوره به شوکات باز وقت اعتراض میدن. همه میدونن داستان چیه ها، میگن اعتراض بعد 10 روز بهشون وقت میدن. معمولا وقت اعتراض قانونا 20 روزه، بهشون 10 روز وقت اعتراض میدن. بچه‌های قربانی هم فوت وقت نمیکنن، فوری میرن دنبال قضیه رو میگیرن. یه لایحه اعتراضی مفصل 30 صفحه‌ای تقدیم دادگاه کردیم و اینها، گفتیم که بله شما که مثلا مجرمیت زدید با این ادله محکم و قوی که خودتون ذکر کردید نمیتونستید نظرتون عدول کنید و اینها. بعد اومدن به قول معروف ثبت کردن اعتراض ما رو اینها. بعد پرونده رفت شعبه 10/59 دادگاه کارکنان دولت زیر دست آقای حسینی، ریاست اون شعبه بودن. بعدشون هم جلسات متعدد و اینها آقای طوسی رو احضار کردن، اظهارات شاکی و متهم رو
بررسی کردن و اینها. بعد در تاریخ 15/6/93 اومدن فقط تحت عنوان یک اتهامشون، یعنی تشویق به فساد و فحشا و تحریک جنسی نوجوانان، مجرمیت زدن. اون دو تای دیگر رو معنی تعقیب زدن. بله 15 شهریور 93 اون دو تای دیگه که معنی تعقیب زدن، مجازاتش در جمهوری اسلامی اعدامه. ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان و تفخیز. حد تفخیز و نظایر آن، برید خودتون ببینید تفخیز چیه دیگه. به هر حال میگه در صورت تکرار مستوجب قتل است. حدش در مرحله اول 100 تازیانه و در صورت تکرار مستوجب قتل. این تو قانونه. همه اینا کنار. فکر میکنین همون یه مورد رو هم که این آقای قاری معروف محبوب پیشوا علیهش جرم صادر شد، اعلام جرم کردن، یعنی مجازات شد واقعا، پرونده نهایتا میره دادگاه کارکنان دولت و همین چرخه شعبه 1057 به ریاست قاضی حیدری. یعنی دو سه جلسه احضار کردن شاکی و متهم رو. بعد توی دادگاه هم بعضی از اشخاص اومدن دوباره مثلا اشخاص جدید به نفع ما شهادت دادن و اینها. بعد اون شخص هم افرادی رو می آورد به عنوان اینکه شاهدش باشن. البته نمیدونم چطوری اینا اصلا شاهد به حساب نمی اومدن، به جهت اینکه شاهد یعنی اینکه بعد وقوع جرم، بعد وقوع یا عدم وقوع جرم بر زمان و مکان و موضوع جرم باید خودش شهود کرده باشه که شهادت بده. اینا اومده بودن میگفتن ما ایشون رو میشناسیم، ایشون قاری خوشنامی هستش، بعد ایشون ما از ایشون بدی ندیدیم و اینها. بعد اینا رو بطرح میکردن. بعد در تاریخ 21/2/94 رأی دادگاه صادر شد. جناب آقای قاضی حیدری رئیس شعبه 1057 ایشون رو به تحمل 4 سال حبس تعزیری محکوم کردن. خب ببینین همین 4 سال رو هم داریم پیش میریم، یکم حوصله کنین. این جزئیات رو داریم میگیم، اسامی رو میگیم، اکثر رو تو اونجا که بتونیم نشون میده، برای اینکه همه اینا مسئولان باید جواب بدن. چرا همین 4 سال رو هم برایش زندان بریدن؟ اینقدر ادله و سند بوده است که دیگه واقعا کاری نمیتونستم بکنم. اینکه اون حکم صادر بشه، یکی از شوکات یک نوار صوتی رو ازشون ضبط کرده بودن، به دادگاه ارائه دادن، مکالمه صوتی 11 دقیقه‌ای. اونجا ایشون یه سری مطالبی رو مطرح کردن. بعد قاضی پرونده گفت آخه شما اینا رو تهدید کردید، تهدید به قتل کردید، این براتون گرون دمون بشه و اینا. این نوار تلفنی رو، صحبت تلفنی رو، نکات مهمش رو بشنویم. یکی از شاگردای حاج سعید طوسی زنگ میزنه بهش. الو سلام علیکم. ما داشتی میشی هستی شما؟ بسامی شما خوب هستم؟ من دمو زفتری هستم. حال شما خوب هستم؟ بله. ببینید در ادامه طرف که زنگ میزنه میگه به عنوان شاهد مظفری، به عنوان شاهد منو به دادگاه احضار کردن، چی کار کنم؟ از این حرفا. سعید طوسی میگه این پرونده مختومه است، خود حضرت آقا میدونه، ولی اینا دارن میپیچونن قضیه رو. ما چه خبر نمیدید استاد؟ خود آقا هم میدونم، خود آقا هم حضرت آقا هم کاملا در جریان است. بله شما باید که آقا جمع کنید، ولی از بس که این سیستم قضایی ما متاسفانه مشکل داره، این الان 2-3 سال هم چه داره پیش میخوره. ولی خود آقا هم در هر صورت، یعنی حالا خود حضرت آقا یعنی فرمودن که این اصلا چه هستش، ایشون حرفش حجت برای ما. بله حضرت آقا فرمودن به آقای لاریجانی که آقا جمع کنی اینا. آقا که فرمودن الان این ایشن توی قضیه داره پیش میخوره، اگه نمیفرمودن من نمیدونم چی میشد داستان. بله یعنی شما خودتون از آقا شنیدید که اینطوری فرمودن؟ نه ما این مجموعه شورای عالی قرآن
چیزی نظر دفتر آقا هست؟ بله. با یک واسطه این شخصی که از آقا سوال کرده با یک واسطه به این آقا گفته که آقا ما برای دارجاری هم گفته که جمعش برای داستان رو اصلا بودن استاد از آقا هم چه ناقصه نمانه که یکی خبرهای وزیر اول شدیدیم که گفتن آقا از نظر ما این پرونده اصلا جمع شده هست بله. یعنی تمومه به نفع ما به برکت قرآن عظمت به منم گفتن شما برخورد فیزیکی اصلا نداشته باشید با این چند ولی خودم خیلی راحت میتونه تنفر بله البته این یه شخص نیست حالا خواهید دید. دادگاه تجدید نظرم 12 اسفند 94 برگزار میشه به ریاست قاضی احوارکی و بازم تعداد شهود بیشتر و ادله بیشتر ولی آخرش پرونده مصادره میشه. آقای اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران پرونده رو گرفته گذاشته تو گشو میزش تا همین الان گفتن اینجوری مطمئن تره که اصلا کامل پرونده رو بگیریم بذاریم پیش خودمون اینقدر این اتاق به اون اتاق نره تموم شد رفت. هر وقت مراجعه میکنین بعد قاضی اون پرونده اظهار شرمنده ببخشید دیگه این پرونده هم اینطوری شد دیگه مثلا آقای احوارکی بله این پرونده هم خلاصه کارش به اینجا کشید یعنی خودشون میدونستن که این پرونده دیگه به نتیجه نمیرسه اظهار ناامیدی میکردن. بعد ما رفتیم یه شکوایی بر علیه آقای اسماعیلی تنظیم کردیم. حالا شکوایی که نمیشد گفت یه نامه زدیم به آقای موحدی به اون قسمت که موافق ایشون بودن گفتیم پیگیر باشن و اینها. یه نامه هم زدیم به آقای حسینی نیری که ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات هستن. ببینین این نامه ایست که این بچه ها فرستادن به حسین علی نیری. خیلی مهمه توجه کنین که نیری چی جواب نوشته. حسین علی نیری رو میشناسین دیگه، عضو هیئت منصوب خمینی در کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67. این آدم رئیس دادگاه انتظامی قضات این مملکته. بچه های شاکی از قاری معروف قرآن بهش نامه می نویسن. در واقع بعد از ناامید شدن از روند دادرسی توی به اصطلاح دادگاه ها پناه میبرن به این شخص. حسین علی نیری مینویسه به محمد موحدی آزاد دادستان انتظامی قضات. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای موحدی سلام علیکم. احتراماً با حفظ حرمت و جایگاه ریاست محترم دادگستری تهران شایسته است مورد را پیگیری نمایید که در صورت صحت مراتب فوق طبیعی بوده یا موضوع خاصی مطرح بوده. حسینی نیری توی همون 6-6-95. توجه کردین چی نوشته بودن ایشون دیگه؟ نمیدونم چی بگم. به جای اینکه طرف منفجر بشه، به جای اینکه بره یقه طرف بره همه رو دنبال بکنه اینا، ایشون قاضی اصلی کشتارهای 67 به حکم خمینی رهبر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و بلا بلا بلا. تاریخ نامش هست 6 مرداد 95. میگه برو ببین قضیه طبیعیه یا نه. نتیجه این نامه حسین علی نیری میشود توقف کامل کار. این آقای توسی قبل از دادگاه 15 اردیبهشت با یکی از افرادی که توی بیت بودن و اینها با همون شخصی که توبه نامه اول رو ازشون گرفته بود تماس گرفته بودن. بعدن گفته بودن که بله اگر من محکوم بشم 100 نفر دیگرم با خودم میکشم پایین. بله حالا برمیگردیم به این موضوع. از اون زمان هیچ خبری نیست، حتی از همین بازی هم هیچ خبری نیست. این بچه هم از بس رفتن دادگاه تجدید نظر سراغ احوارکی، بالاخره اونم یه نامه می نویسه به معاونت قضایی دادگستری استان تهران. آقای احوارکی نوشته است، بله نامه‌شون رو دارین دیگه، معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان تهران با سلام احتراماً عطف به نامه شماره فلان پرونده کلاسه مربوط به آقای محمد گندم نژاد توسی توسط رئیس کل دادگستری استان تهران یعنی آقای اسماعیلی از شعبه گرفته شده و تاکنون اودت داده نشده است. رئیس شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران احوارکی. رئیس کل دادگستری استان تهران میدونین دیگه، این
وردست دادستان استان تهران جعفری دولت آبادی. دادستان هم میدونین دیگه، قبلا گفتیم که روی میزش تلفن قرمزرنگی است که مستقیما وصل است به بیت رهبر. چند نفرن بچه هایی که تو دادگاه گفتن های سعید توسی؟ الان مطالعه 76 هم این میشه 18-19 سال. بعد جلسات قرآن ایشون هم من اونگاه که میرفتم حالاشون اصلا اول راهنمایی دوم راهنمایی بودم، یعنی شاید 12-13 سالگی این بودش که میرفتم و زیادم نمیرفتم. مثلا شاید بگم یه اونگاه که آشنا شدیم، ما چون آشناییمون خیلی کوتاه بود، تو همون آشنایی کوتاه هم ایشون یه اون داستان ها پیش اومد که دیگه حالا خودتون میدونید چه خبر. شاید بگم خیلی رفته باشم، 3-4 جلسه ایشون من رفتم، ولی خب میشناختیم همدیگر، یعنی تو مسابقات قرآنی همدیگر میدید. خب این یکی دیگه از بچه هایی بود که نفر اول استانیه از آن و داشتم اینو میگفتم که چند نفر این بچه هایی که رفتن دادگاه یا به عنوان شاکی اصلی اسمشون در پرونده است یا به عنوان شاهد، بیش از 10 نفرن. اینا اغلبشون هم بچه هایی هستند که با علاقه رفتن دنبال قرائت و قرآن و مسابقات اذان و قرآن و برای مسابقات اذان. من مثلا استان تهران اول شدم، همون دوم راهنمایی. بله. حالا این آقایی که الان صحبتش داریم میشنوین، اتفاقا از کسایی است که تو جلسات مسجدی سعید طوسی شرکت میکرده، همین جلسات آزاده بعد از نماز تو مسجد، تو مسجد نارمک صحبتش میکنه، مسجد نبی. چه اتفاقی میفته که ایشون هم از سعید طوسی شکایت میکنه؟ والا ما چون سنمون پایین بود، مثلا واسه 12-13 سالمون بود، خود مثلا خیلی علاقه داشتیم که اون اساسی تو قرآنی در ارتباط باشیم و مثلا به واسطه اینا مثلا یه پله باشه که ما هم مثلا به مراحل بالاتر بریم. بعد من شماره ایسی اساتید داشتم، مثلا ربیعی خیلی دیگه شون، بعد بهشون یه روز اسمس دادم، یه اسمس دادم که مثلا یه همچین سوالی داشتم، بعد به همه شون حالا فرستادم. یه همون اقتدار سنم بود که آقای توسی جواب دادن، بعد خواستن که منو ببینن، بعد ما هم قبول کردیم، گفتیم مشکل نداره. یه روز تماسی هستم، مثلا گفتم حتی یادم، گفتم بیا دم چیز ایستگاه مترو چیز مصلا که نزدیک همون شورای عالی قرآن هم هست. بعد ما رفتیم اونجا، بعدشون با ماشینشون اومدن، بعد را افتادیم رفتیم. یه سری سوالات راجع به بلوغ از ما پرسیدن که بلوغ شدی نشدی، علائمش میدونی چیه. بعد خلاصه این شیخو حرکت کردیم، من خودم اون سن مثلا تعجب کرده بودم که چرا مثلا ایشون همچین سوالاتی از ما میپرسه. بعد رفتیم و تابستون هم بود دقیقا یادم، بعد گفتن که مثلا هوا گرمه، بریم مثلا یه تنی و آب بزنیم، یه دوشی بگیریم که پس در حال شما دوش صحبت ها دیگه. ما هم گفتیم باشه مشکل نداره بریم دیگه، نمیدونستیم که دوستان چه سن اون فایم اصلا چه خبر نشیم. خلاصه رفتیم، بعد نزدیکی همون عمومی بودش، خارج از تقریبا میشه گفت خارج از شهر بود، زیاد داخل تهران نبود. بعد رفتیم اونجا، بعد وارد شدیم داخل اونجا، یه همون نمره گرفتم رفتیم تو. بعد به اسم ماساژ یه حرکت ها انجام شد، یه سری کارا انجام شد، چورش یه ساعت یه ساعت چنی ما اون داخل بودیم. بعد چطور اونجا هم اومدیم بیرون، ایشون خیلی حالت ترسی برشون داشته بود که به من میگفتن فاروز این حرفا رو نری، این کار نری به کسی بگی، یا بین خودمون بوده و اینجور صحبت ها. بعد حالا با دوتا جایزه و دوتا کیف و نمیدونم و اینجور چیزا خودم مثلا مال خرمون کردن، من خودم کلن جا خوردم، مثلا کلن نظرم خیلی عوض شده بود. بعد اینجوری شد، یکی دو جلسه دیگه هم نمیدونم چی شد، ما دوباره قرار گذاشت. زنگ زدن، آها زنگ زدن که تلاوت میخواستیم بکنیم، گفتن هم کنم شهر لوشان بین قزوین و رشت، بیا یه قاری نوجوان میخوام بیا من تو رو میخوام ببر. بعد من هم قبول کردم رفتم دوباره و همون اتفاق افتاد، بعدش رفتیم تلاوت اونم کردیم. خلاصه من یه دو جلسه باشون همچین داستانی داشتم که بعد یه کلان قطع رابطه کردم باشون. داشت 5 سال دارم میگذر از شکایت ما، بایش اثری نداشته، هیچ فایده‌ای هم نداشته، معلوم نیست چه خبر شده.
چقدر برای همه روشنه که رهبر معظم از این جنایت که همچنان هم داره ادامه پیدا میکنه خبر داره، مسئول اصلی این نظام مقدس دیگه، و ای بسا این باج و پاداشی است که به امثال طوسی میده واسه حفظ اتوریته و قدرتش بر همین جماعت. حالا من نمیدونم، من شاید در حدی هم نباشم که بخوام راجع به رهبر من که صحبت کنم، ولی رهبری که میبینه این همه مشکل هستش تو جامعه، یه مشکلی که از کوچکتر مشکلش همین آقای طوسی باشه که 100%شون خبر دارن که همچین اتفاقی افتاده و هیچ اقدامی نکنن، واقعا نمیدونم من باید چی بگم. رهبر باید عادل باشه، عالم باشه، باید همه کارش رو حساب کتاب باشه، باید تبعیت کنه از سنت پیغمبر امیرالمومنین، ولی ما هیچ چیزی ندیدیم. یعنی حتی خبرش هم به اون رسید که رهبری خبر دارن، ولی گفتن که آقا ولش کنید، شما اصلا پیگیری نکنید، بذارید خودش یه جوری تموم شه. حالا ما نمیدونیم دیگه وضعیه ما چیه این وسط. ما میگم قانون، ما رفتیم دنبال قانون، اسلام، شرع، هر کاری کردیم، به حد به هر دری زدیم، بسته بوده هیچ کاری برای ما نکردیم دیگه. واقعا ما نمیدونیم باید چیکار کنیم. ببینین، گیریم این دستگاه قضایی و این حکومت و این نظام و این رهبر به داد این بچه ها نرسه، اینا واقعا یادشون میره. والا اگه از نظر قانونی دولتش اقدامی نخواد بکنه، بالاخره ما هم انجوری ساکت نمیشیم. یعنی حالا چند وقت دیگه صبر میکنیم، نهایت نشه دوباره، چون یه مدت صبر میکنیم، باز هم نشه دیگه، مجبوریم خودمون اقدام کنیم، یه حرکتی بکنیم. با خدا دیگه، خدا میدونه چی میخواد بشه. ولی اگه واقعا یه زمانی بشه که هیچ اقدامی نشه، من خودم به شخصه میتونم بگم که خیلی کارا میکنم. یکی دیگه از بچه های شاکی الان 18 سالشه، شاگرد حاج سعید طوسی در 13-14 سالگی تو شورای عالی قرآن و مسجد النبی نارمک. سه شنبه ها با پدرش میرفته مسجد النبی، بعد نماز مغرب و عشا جلسه قرآنی با سعید طوسی. ماریا رو این برون بر میبردن دیگه، سفر رو این برون بر میبردن، ما هم با ایشون رفتیم و شهرسوار بود، نمیدونم کجا بود، با ایشون با یکی از همکاراشون هم، اونایی که در خودمون استان بودن اونجا بودیم. یه چیزایی رفتاره عجیب غریبی حالا تو اون سن نه اصلا نمیدونستن همچین چیزی اصلا هست، خدا مونده بودن کار میکنن. مثلا یه عکسی حالا زشته، ولی خب گفتیم یه عکسی از یه دختر خیلی کوچیک نشون میدن، بعد میگفتن چجوری باید بفهمیم پسر یا دختر. من اون زمان اصلا نمیفهمیدم یعنی چی هست، چی میگه. خلاصه داستان رو اینا تعریف میکردن و اصلا جالبی نبود. بعد کم کم همجوری ما بعد ماساژ میکشیدن، بعد شروع کردم ماساژ و اینا دیگه، بعد فهمیدم خودم قضیه دیگه از چه قراره، واقعا هم مونده بودم دیگه. ولی خب زیاد حالا چیز نشد، فکر نمیکردم دیگه چی بگم. ببینین اینا نتیجه کار حاج سعید طوسی است که کارهای اصلی مملکت 85 میلیونی ایران، لازم نیست من بگم همشو میدونین، با تلاوت قرآن این آدم را میفته. از مجلس شورای اسلامی که مثلا نماینده های این مردم توشن خانه ملت گرفته تا بیت رهبر این نظام مقدس. بذارین من قبل از اینکه این نامه ها و داستان های داخل دادگاه رو خدمتون عرض بکنم، این یکی از فیلم هاییست که همین خورداد پارسال دوباره بچه ها نشون میدن که دوستان بتونیم نگاه بکنیم که در محضر رهبر معظم انقلاب داره ایشون قرآن میخونه. ببینین سعید مرتضوی رو که میخواستن به مصالحی که قبلا هم بارها گفتیم در ارتباط با جنایت کهریزک مثلا محاکمش کنن، ترسید قضیه جدی بشه، یه وقت با نوار صحبت تلفنیش با مجتبی خامنه ای رفت دادگاه و همون جلسه اول دادگاه که قرار بود دادگاه علنی باشه یه ربع قبلش اعلام کردن دادگاه غیر علنی و قضیه تموم شد. فقط 200,000 تومان جریمه شد این آقا تو دادگاه غیر علنی، یعنی فقط نمایش و ریشخند. پیش از اون علی فلاحیان وزیر اطلاعات رفسنجانی و البته وابسته به بیت به عنوان وزیر اطلاعات در جریان پرونده متهمان قتل‌های زنجیره‌ای یادتونه دیگه، با صراحت گفت که منو اگه بخوان بکشونن دادگاه با رئیسم میرم دادگاه، و هیچ کس نکشوندش دادگاه. ایناست که نشون میده نظام از بالا تا پایین آلوده است، همه دستشون تو کاره. حالا همین تهدید رو سعید طوسی میکنه،
ببینید چقدر همشون آلودن که در هر زمینه ای از هم گروکشی میکنن. سعید طوسی قاری معروف هم شنیدین دیگه، یکی از این شوکات گفت، گفت اگر منو محکوم بکنن حداقل 30 نفر رو گفت یا 100 نفر با خودم میکشم پایین. ها اینه که همه از کار هم خبر دارن، همه همون کارا رو میکنن، همه آلوده هستن. اینا شعار نیست دیگه، شنیدین دیگه. باور کنید که بعضی وقتا یک خبرایی میاد تا سندش نرسه آدم باور نمیکنه. میگه بابا همینجوری ما داریم میبینیم دیگه، تو شبکه های اجتماعی از این حرفا میزنن دیگه. باورتون میشد، باورمون میشد که قاری برتر قرآن 5 سال حداقل ما میدونیم داره تجاوز جنسی میکنه، داره لواط میکنه به بچه های حیوانی بیگناهی که میان تو خانواده مذهبی رشد میکنن، بعد از اول بهشون از اون یاد میدن، قرآن یاد میدن، نماز قفلی یادشون میدن، نمیدونم نماز شب یادشون میدن. این حیوانی های کوچولو میان میرن زیر دستی همچین جانی هایی شروع میکنن به مثلا قرآن یاد گرفتن، طرف به بهانه هایی میکشه اینا رو خونه، خیلی هاشون خونه این طرف رفتن، یا برای مسافرت. آقا جان اصلا تو قاری قرآن نباشی، تو ادعای مسلمونی و پاکی نداشته باشی، هیچ کدوم این ادعار نداشت، یه پدر مادری میان بچهشون رو میدن دست تو، میسپرن دست تو، میگن اینو ببر مدرسه، تو به اونان تومه جنسی باید به این نگاه بکنی، نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار. من یه تیکهی بذارین بخونم در ارتباط با یه فرصت کوتاهی دارم، من از صورت جلسه دادگاه براتون میخونم. نوشتند مثلا سوال رئیس دادگاه، میگه در پیامک، اون پیامکی که شاکی اشاره کرد، میگه در پیامک شما آقای طوسی خطاب به آقای فلان پدر یک بچه فرمودید حاجی جان ما پیش خدای خودمان رسوا هستیم، ولی چون باهاش به یه قرارهایی بستیم آبرومون رو حفظ فرمود، شما هم اگر براتون مقدور بود به حرمت این ماه عظیم ما را عفو کنید، ما ارزی نداریم، ما عوضی نداریم به شما بدهیم، اجر شما با میزبان این ماه. بعد میگه در خصوص این تقاضای عفو و گذشت توضیح دهید. یارو میگه کاملا صحیح است، یارو منظورم همین آقای سعید طوسیه، میگه کاملا صحیح است، ما بنده روسیایی هستیم، خدا رو شاکرم که عمر دوباره نصیب فرمود و ماه مبارک رمضان فلان از این مزخرفات. باز یکی دیگه، سعید طوسیه میخواد توی اون جلسه دادگاهی که میره خودشو مبرا نشون بده علی‌رغم تمام اون اسنادی که وجود داره. قاضی دادگاه میگه برخلاف ادعای شما طوسی، جناب عالی فرموده اید زین پس هیچ گونه مربوط است به نامه‌ای که داده است به مسئول روابط عمومی، روابط مردمی بیت رهبر سعید طوسی، همون نامه به توبه نامه به اصطلاح. میگه جناب عالی فرموده اید تو اون نامه زین پس هیچ گونه سفر و جلسه ای با نوجوانان نخواهم داشت. ببخشید معذرت میخوام، سعید طوسی گفته که من از این پس هیچ گونه جلسه یا سر و سری با نوجوانان نخواهم داشت. میگه شما تو نامه نفرموده اید از این پس هیچ گونه سر و سر و جلسه با نوجوانان نخواهم داشت، بلکه مکتوب فرموده اید. اینو رئیس دادگاه میگه ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان به هیچ وجه تکرار نمیشود. بعد ادامه میده قاضی، میگه ارتباطات ناسالم حکایت از فعل و مؤید اظهارات نوجوانان میباشد. شما کردین این کارا رو. و بعد در ادامه نگاه کنید، میگه که چه توضیحی داری درباره همه این داستانا. میگه بسمه تعالی، ضمن تقدیر و تشکر از بازپرس محترم، موارد مذکور تا این حد که مسئول جلسه آموزش و ارتقای نوجوانان قرآنی در محل شورای عالی قرآن کریم بودم و مرتبط با نوجوانان قرآنی بودم و احیانا در بعضی سفرهای استانی تعدادی از قاریان نوجوان همراه این جانب بودند و احیانا در بعضی سفرهای قرآنی تعداد قاریان مرا همراهی می‌کردند و سوال‌های تخصصی پیرامون صوت و لحن و احیانا تغییرات دوران بلوغ از بنده داشتند، بینی و بین الله تا حد تکلیف پاسخگو بودن. آقای من نمیم کیو خطاب باید کرد به جز
رهبر معظم انقلاب که اینه، اینه قاریش. به جز مجلس شورای اسلامی که این آدم رفته و در افتتاحیه این دوره مجلس قرآن خونده. بعد دعوای اصلاح طلب و تندرو یواش رو نمیدونم اینا رو دنبال میکنی. این اینه داستان. و بعد آخرین نکته که خواستم خدمتتون عرض بکنم این است که آقای خامنه‌ای در کودکی این آدم رفته بود از مشهد. اگه ما بتونیم این تیکر کوتاه پخش بکنیم من بخونم اینو سریع. خاطرات بزرگان درباره مقام، دوره که بچه بوده، خامنه‌ای بچه، ببخشید این توسی بچه. قبل از انقلاب در یکی از شب‌های ماه مبارک رمضان جلسه قرآنی با حضور حضرت آیت الله خامنه‌ای برگزار بود و جمع کثیری از مردم برای ملاقات آقا حضور پیدا کرده بودند. در کجا؟ در مشهد. آقای سعید طوسی که در آن زمان پسر بچه‌ای بود آیاتی از قرآن را تلاوت کرد. پس از تلاوت آقا ایشان را صدا زدند و به روی دست پسر بچه را بلند کردند و رو به جمعیت فرمودند این پسر بچه را ببینید که چقدر خوب قرآن می‌خواند، از این فرزند یاد بگیرید و بروید قرآن را فرا گیرید. بعد مبلغی به عنوان هدیه به آقای طوسی دادن. اینا برکت همون هدیه رهبر معظم انقلاب است به آقای طوسی. بریم دیگه. ببینین این زندگی نمیشه که ادامه نداشته باشه با همه این مصیبت ها. بریم پرده آخر. تم جان وقتی در و لگت زدن این سینت شکست، گوش کن، مبادا صدات بلند بشه ها. لبات رو لبات فشار بده، صداتو در سینه حبس کن، داد نزنی ها. اگه داد بزنی از علی کمک بخوای، بر علی واجب میشه تو رو کمک کنه، اگر بخواد کمک کنه کشته میشه. دخترم صدا نزنی ها، اگه درد خیلی فشار آورد شب و روزگار خوش.